خطرات چربی شکم که اکثر مردم نمی دانند. چربی شکم چربی است که به دور اعضای شکم بدن می پیچد، مانند جگر، روده ها و پانکراس. چربی زیاد در این نواحی می تواند در عملکردهای منظم روزانه اعضا دخالت کند. چربی شکم از نظر متابولیکی فعال است و با تعدادی از شرایط صحی مرتبط شده است. چربی زیاد شکم جریان سمی از مواد شیمیایی را به بدن می فرستد که منجر به التهاب می شود. چربی اضافی شکم همچنین می تواند منجر به فشار خون بالا و قند خون شود. علاوه بر این همچنین تلگلیسیرید ها را بالا می برد و کلسترول خوب را کاهش می دهد. یک مطالعه جدید که بالای بیش از 15,000 نفر انجام داده شد نشان داد که افرادی که چربی شکم زیاد دارند بیشتر مبتلا به بیماری های عروق قلبی هستند. چربی اضافی باعث می شود که فرد مقاومت در برابر انسولین نماید که به نوبه خود می تواند به دیابت نوع 2 منجر شود. همچنان خطر مبتلا به سرطان هنگامی افزایش می یابد که فرد دارای چربی های بالای شکم باشد. یک مطالعه نشان داد که احتمال مبتلا به سرطان روده بزرگ در زنان که عادت ماهوار دارند و چربی شکم بیش از حد دارند تقریباً 2 برابر شده است. یک مطالعه دیگر هم چربی های بدن و هم چربی های شکم را با خطر مبتلا شدن به سرطان پستان مرتبط کرده است. در همین تحقیق هنگامی که زنان به طور متوسط حدود 6 کیلوگرم وزن خود را از دست دادند، تغییرات مثبت در علایم خطر سرطان پستان دیده شد. مقدار ناسالم چربی شکم همچنین می تواند مغز را کوچک کند و خطر زوال عقل و آلزایمر را افزایش دهد. خطر ابتلا به زوال عقل در افرادی که مقدار زیادی چربی شکم دارند در مقایسه با افرادی که چربی شکم کمتری دارند تا 3 برابر بیشتر می شود. کنترل کالری کلی برای شما می تواند به کاهش چربی بدن و خطرات مرتبط با آن کمک کند. خوردن میوه ها و سبزیجات طبیعی که توسط خالق ما روی زمین قرار داده شده است همیشه بهترین منبع تغذیه برای بدن ما خواهد بود. فقط چیزهایی را که می دانید به غذای خود اضافه کنید. صدمه‌ای به بدن شما وارد نمی کند. ما به همه توصیه می کنیم از غذاهای بسته‌بندی شده و فراوری شده خودداری کنند. اما اگر مطلقاً چاره ای ندارید، سپس همیشه به ترکیبات دقت کنید و اینکه چقدر کالری زیادی را در خود دارد. اگر نمی دانید چه ماده ای در مواد غذایی شما است، آن را مصرف نکنید. شیرین کننده های مصنوعی مانند آسپارتام نه تنها با افزایش چربی در ارتباط هستند، اما حتی به شرایط جدی تر صحی در ارتباط می باشند، مانند سرطان سکته مغزی، افسردگی، اضطراب، سردردی های شدید و اسکلروز معتدل. امروز شیرین کننده های مصنوعی بیشتر در محصولات غذایی موجود می باشد که مخصوصا برای کودکان بسیار مضر است. بنابراین ما فقط به مصرف مواد طبیعی توصیه می کنیم. به یاد داشته باشید که بدن شما نسبت به شما حق دارد و وظیفه شما این است که از بدن خود مراقبت کنید. اگر پدر و مادر هستید، این مسئولیت حتی بیشتر است، چون فرزندانتان برای تصمیم گیری در مورد آنها متکی به شما هستند. استرس همچنین عامل دیگری است که می تواند به افزایش وزن کمک کند. هورمون استرس بدن کورتیزول با افزایش چربی احشایی ارتباط مثبت دارد. بنابراین عادات بهتر مدیریت استرس مانند نماز خواندن روزانه و مراقبت نیز می تواند به کاهش چربی شکم کمک کند. یک مطالعه نشان داده افرادی که 5 ساعت یا کمتر می خوابند نیز مستعد افزایش وزن هستند. بنابراین سعی کنید حداقل 7 ساعت بخوابید تا سالم بمانید. برای کسانی که از قبل چربی شکم به دست آورده‌اند، ثابت شده است که ورزش زیاد باعث کاهش قابل توجهی چربی بدن می شود، البته همراه با یک رژیم غذایی سالم و متعادل.